دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم و بگم مثلا چی هست این مجموعه برنامه هایی که براتون آماده کردم، یک کلیپ با هم ببینیم. خب بچه ها ببینید، این ظرفی که اینجا شما مشاهده میکنید در یک سایت چینی به قیمت زیر 3 دلار فروش رفته و اون شخص این ظرف ها خریده، اومد سایت آمازون به قیمت 22 دلار هر دونه این ظرف ها رو فروخته و یه چیز حدود تقریبا 10 برابر میشه دیگه. اینجا با هم ببینید، این ظرف هست، یه بار دیگه من پلی میکنم ببینید. کار ساده ای هم انجام میده ولی خب در حال کاربردش جالبه. 21 دلار در آمازون فروش میره و 47 هزار دلار ایشون تونسته با فروش یک سری از این کالاها در سایت آمازون کسب درآمد کنه. خب پس تو حدودی فهمیدید که موضوع برنامه ها چی هستش. ببینید دوستان، من یه چیز حدود 10 ماه پیش برای شما یه ویدیو گذاشتم در ارتباط با دیجی کالا بود. این ویدیویی که من خدمت شما گذاشتم اینکه سیستم کسب درآمد دیجی کالا چه جوری هستش. توی این 10 ماه من خیلی تمرکز و مطالعاتمو گذاشتم روی سایت آمازون. الان به جرئت میتونم بهتون بگم که دیجی کالا در برابر آمازون بچه بازی محسوب میشه. با این مشکلی هم که برای دیجی کالا به وجود اومد و این مشکلاتی هم که الان داخل ایران داریم مشاهده میکنیم، بهتره بگیم که اصلا اگه شما بخوای یه کار دقیق و درست حسابی انجام بدی، از اول کار برید سراغ آمازون. اصلا فراموش کنید سایت های ایرانی و یا اون کار داخل ایران رو، به خاطر اینکه شما از آمازون میتونید درآمدهای بسیار خوب داشته باشید، بسیار خوب داشته باشید، بسیار خوب داشته باشید، به شرط اینکه این ریزکاری هایی که خدمتتون عرض خواهم کرد توی این سلسله برنامه ها رعایت بکنید. در حال تجربیات چندین و چند ساله ای من هستش و الان با این مطالعاتی که توی این 10 ماه روی این قضیه انجام دادم تا این ویدیوها رو هم بتونم براتون آماده بکنم، به جرئت میتونم بگم که در آمازون شما اگر خلاقیت داشته باشید بسیار موفق خواهید بود. اگر پشت کار داشته باشید بسیار موفق خواهید بود. یعنی یه جورای خلاقیت و پشت کار پشت این قضیه هستن. خب حالا شاید خیلی‌ها بگن که ما داخل ایرانیم، مشکل داریم. بله در داخل ایران یکم سخت کار کردن ولی غیر ممکن نیست. ترفندهایی رو بهتون یاد خواهم داد که از داخل ایران هم بتونید کار کنید. البته البته اگر شما بتونید خارج کشور در حال یه اقامتی بگیرید و از اونجا بتونید رجیستر بکنید خودتون رو در آمازون ابتدای کار، خب البته راهکارهایی هستش که اگر اقامت هم نگیرید بتونید رجیستر بکنید، ولی خب اگر این کارو بکنید و بعداً هم بتونید کالاهایی رو مثل همین روش که الان بهتون نشون دادم از کشورهای که قیمت‌ها ارزونه خریداری بکنید و در آمازون بفروشید، درآمدهای خیلی کلانی در انتظار شما هستن. برای کار در آمازون شما از سرمایه صفر به بالا میتونید کار بکنید. یعنی حالا فقط همین نیستش که بگیم حتما بایستی که سرمایه کلانی بیارید یا سرمایه داشته باشید، نه، شما حتی در مشارکت فروش ها میتونید کار بکنید و از هر فروشی 10% بگیرید که همه اونام ترفند داره. اصلا وب مارکتینگش ترفند داره، ایمیل مارکتینگش ترفند داره، چجوری بتونید مشتری‌ها رو به سمت خودتون جلب بکنید، اینها ترفند داره. تمام اینها با این ریزکاری‌ها برآورد خود من این هستش که یه چیز حدود 100 برنامه میشه. یعنی اگه من هر روزم برای شما برنامه تهیه بکنم یه چیز حدود 3 ماه طول میکشه که ما همه اینها رو با هم دیگه مرور بکنیم و خیلی از اینها رو من می‌خوام عملی بهتون نشون بدم. یعنی شما مثلا اگه بخواید یه سایت مکمل داشته باشید، عملی بهتون میگم چیکارا باید بکنید. اگر بخواید بالاخره بازاریابی هاتون رو به زبان انگلیسی انجام بدید، در به صورت وسیع انجام بدید، تمام اینا ترفند و ریزکاری داره که همه اینا رو عملی میخوام بهتون نشون بدم. بنابراین برنامه ها رو هر روز دنبال بکنید، پیگیری بکنید تا انشالله بتونید به اون درآمد خوبه و قشنگه هم برسید. و اما ببینید، میشه گفتش 2 روش کار الان برای کار در آمازون وجود داره که افراد دارن کار میکنن. یک روش این هستش که شما هیچ کالایی نداری، سرمایه‌ای نداری، میای و از این کالاهایی که داخل خود آمازون هست استفاده میکنی. مثلا یه نفر این دستکشو گذاشته برای فروش، شما میای چیکار میکنی؟ کمکش میکنی که بیشتر این دستکشاشو بفروشه.
پس شما هیچ سرمایه نیاز نداری داشته باشی، فقط بایستی اینجا حالا یه جوری جلب اعتماد مشتریانی رو بکنی که بیان سراغ شما و بعدا از طریق لینکی که شما میذاری بیان دستکش رو بخرن. خب کارت، سبک کارت متفاوته تقریبا و با اون روش دوم. روش دومیه برعکس اینه، یعنی شما خودت فروشنده یه کالایی را میاری میذاری اینجا برای فروش و حالا به کسایی که میفروشن و کمک میکنن در فروش این هم شروع میکنی حالا پورسانت دادن. بالاخره باید براش کمپین تبلیغاتی رو اندازی بکنی، باید یه سری تدارکاتی رو ببینی که کالات بیشتر دیده بشه، کالات بیشتر پسندیده بشه و بتونه بیشتر فروش بره، که همه اینا رو با خدمتتون از صفر تا صد خواهیم گفت. پس بنابراین شما تو روش اول نیازی به سرمایه نداری، سرمایت میشه تخصصت و وقتی که میذاری در جذب مشتریانی که از طریق لینک شما بیان و اون کالای مورد نظر رو بخرن. در روش دوم شما یه چیزی سرمایه بین 5 تا 10,000 دلار حداقل، ببینید حداقل نیاز داری. چرا میگم 5 تا 10,000 دلار حداقل؟ چون ببین شما بالاخره واسه یه کالایی بخری، از اون کالایی هم که میخوای بخری خب دیگه یه چیزی رو 1,000 تومن بخری دیگه. حالا اینکه این کالای چی باشه، از کجا بخری، قرارداداش به چه صورتی باشه که سرت کلا نره، اصلا رقابت پذیریش رو بفهمی تو آمازون، تمام اینا ریزکاری داره، اصلا برنامه داره. اینکه شما بتونی مثلا توی اسباب بازی ها، من میخوام یه اسباب بازی پیدا کنم، خیلی خوب، الان رقابت بسیار زیادی مثلا در اسباب بازی وجود داره، شما اسباب بازی که میخوای بخری یا بیاری و اینجا بذاری برای فروش، چه دسته‌ای باشه، به اصطلاح چه مشخصه‌ای داشته باشه، بعدن یا تغییراتی باید توش ایجاد بکنی، اون خلاقیتی گفتم اینجا کاربرد میگیره برات دیگه، یا نه نیاز نیست خلاقیت داشته باشه، همین الان خودش خوبه. قراردادت با اون کمپانی تولید کننده چه جوری باشه که مثلا شما این اسباب بازی رو می‌خری، خودت دونه مثلا 3 دلار 5 دلار بعد میای می‌فروشی اینجا دونه 20 دلار 30 دلار، بالاخره باید یه تبلیغی هم پشتش داشته باشی، نوع سیستم ساخت تبلیغت، کمپین تبلیغت، پورسانتی که میدی، مالیاتی که بایستی به دولت مثلا آمریکا بدی اگر تو آمازون آمریکا گذاشتی برای فروش، و همه اینها دوستان محاسبه نیاز داره، همه اینها برنامه ریزی نیاز داره که من خدمتتون همه این موارد رو خواهم گفت. خب پس اولی مورد ما این هستش که شما با یک به صلاح سرمایه‌ای حدود 5,000 دلار هم میتونی فروشنده باشی در سایت آمازون، به قول معروف یه مغازه داشته باشی، یه شاپ داشته باشی در آمازون، حالا با یه محصول. بعدش کم کم محصولاتتو میتونی 2 تا کنی، 3 تا کنی، 5 تا کنی، 10 تا کنی. اونجوری وقتی که راهکارش یاد گرفتی دیگه تخم مرغات هم توی سبد نمیگذاری و خیلی راحت میتونی فروش‌های بهتر و بیشتری رو انجام بدی. الان ایرانی‌های خیلی زیادی تو سراسر دنیا دوستان دارن این کار انجام میدن. یعنی یه کار دونسته‌ایه، کاریه که 100% میتونی توش موفق بشی، فقط اگه راه را درست بری. مسیر این راه خیلی مهمه، به خاطر اینکه اگر شما یک کمی مسیر رو اشتباه بری و حالا تو انتخاب کالات با مشکل مواجه بشی یا تو ساخت محتوات با مشکل مواجه بشی، هر قسمتی کار با مشکل مواجه بشی خدا اینا کرده، بعدا خب کل کارت خراب میشه، یا سرمایه‌ت از بین میره، یا اون که دیگه اون انرژی رو از دست میدی، یا مثلا مشکلات دیگه بعد به وجود میاد. بنابراین خواهشی که ازت دارم، اگر میخوای توی این مارکت وارد بشی، توی این 3 ماه حتما برنامه‌ی منو دنبال کن. همه برنامه‌ها مهم هستن، توی همه برنامه‌ها ریزه‌کاری خواهیم گفت، توی همه برنامه‌ها مطلب دارم براتون. بنابراین اینا مطالبی که من 10 ماه همه رو جمع کردم و به برآورد رسیدم که این مسیر درسته. یعنی از آدم‌های مختلفی که یه مسیر یا رفتم، ببینید شما مثلا یه بار می‌خوام یه قله کوه، این قله کوه شما مثلا 5 تا 10 تا مسیر داشته باشه شما برسید به قله، ولی کدوم مسیر بهترین مسیره و چه لوازمی باید با خودت داشته باشی توی این مسیر، این مهمه. من الان اینو می‌خوام به شما بگم که کدوم مسیر بهترین مسیره و چه لوازمی باید توی این مسیر با خودت داشته باشی. افرادی اصلا میان
$1,000 $2,000 حتی یا بیشتر از شما میگیرن، حالا مثلا 10 جلسه 20 جلسه یا کمپ آموزشی میگذاره که شما توی اون شرکت بکنی و همین مطالب رو بخوام بهت بگم. من تمام اینها رو میخوام به صورت رایگان توی یوتیوب هر روز در اختیار شما قرار بدم و شرطش این هستش که شما با دقت مطالب رو دنبال بکنی، هر روز دنبال بکنی و تمرکز داشته باشی روی این قضیه. خدمتت گفتم ببینید خلاقیت تو این کار خیلی مهمه. برای اینکه آدم به خلاقیت برسه دوستان باید تمرکز داشته باشه روی یک کار. شما نمیتونی مثلا همزمان بری مثلا 10 تا کار دیگه انجام بدی بعد مثلا بگی خب حالا من روز نیم ساعتم میام روی اینجا نگاه میکنم ببینم چی میشه. نه، تو همه مراحل این کار شما به خلاقیت نیاز داری و این خلاقیت یه ذهن آزاد را طلب میکنه، یعنی باید روش فکر کنی. این که مثلا فکر کنی ببینی فکره کجا به نتیجه میرسه، این که مثلا شما این عکسی که مثلا میگذاری از چه زاویه‌ای باشه خیلی مهمه، چه شخصیتی تو این باشه، چه شکلی باشه، به خاطر اینکه شما قراره بفروشی، شما قراره یه جنسی بیای مثلا دونه $54 به مردم بفروشی و یه دونه از این نیست که شما مثلا میخوای 1000 تا 54000 دلار میخوای از این فروش بکنی دیگه. خب از این 54000 دلار مثلا اون آخر کار 10% سود خالص میخواد بعد بیفته، 20% سود خالص میخواد بعد بیفته، مثلا $10,000 سود خالص شما باید از این کار بگیری که بعد مغروم صرفه باشه. حالا اگه تو شما تو یه ماه این کار رو انجام بدی، مثلا ماهی $10,000 داشته باشی، ماهی $5,000 داشته باشی، واقعا مبلغ قابل توجهیه برای با یه کالا. بعد کالات میشه 2 تا 3 تا 10 تا و عرض کنم خدمتت که بنابراین میتونی با این روشایی که من خدمت شما عرض میکنم موفق بشی در آمازون، به شرط اینکه همه حرفایی که بهت میگم رو گوش کنی. خب ببینید آیا مثلا با کمتر از مثلا مبلغ $5,000 $10,000 هم میشه این کار انجام داد؟ آره میشه، ولی خیلی مغروم به صرفه نیست دیگه. مثلا زیر $10,000، حالا دیگه ما گفتیم حداقل 5 تا $10,000، زیر این دیگه واقعا مغروم به صرفه نیست. بخاطر اینکه ببینید شما یه کالایی رو مثلا باید از یه کشوری بخری، بعد از یه کشوری بفرستی به آمریکا، یعنی به یک کشور دیگه، یه هزینه کرایه داره، بعد این کالا باید معرفی بشه، هزینه تبلیغات داره و همه اینها هزینه بره. حالا قبل از اینکه اصلا شما بیای بری این کالا رو بخری، یه سری ابزار نیاز داری که اصلا ببینی چه کالایی بخری. شما همجور قیافه‌شو نمیتونی ببینی و بگی مثلا این قشنگ خوبه. مثلا الان به نظر شما این ساعت خوبه بریم بخریم؟ شاید خیلی ها بگن آره چه قشنگه بریم بخریم. یعنی از دیدگاه خودشون اینا میان بررسی میکنن، در حالی که در آمازون کار اینجوری نیست. شما بایستی برید ببینید الان رقبات کیند و بعدا این رقبای شما چقدر دارن از این ساعت ها میفروشن، به چه قیمتی دارن میفروشن و حالا مقایسه کنی. حالا مثلا من میگم شما چه ساعت بیاری، مثلا از این هدفون ها بیاری، آره چه خوبه دیگه، بریم به جای ساعت هدفون بیاریم. ببینید مقایسه با بکنیم ببینیم حالا هدفونه چه شرایطی داره و الان اگه ما بین ساعت و هدفون بخوایم انتخاب بکنیم کدومو باید انتخاب بکنیم؟ بخاطر اینکه ما محدود اون مبلغی که داریم، فرض کنم ما $10,000 بیشتر نداریم، ما مثلا $100,000,000 که نداریم بریم همه اینا رو برداریم بیاریم بعد ببینیم تست کنیم ببینیم کدومش بهتر از آب در میاد برای فروش. ما مثلا $10,000 داریم، یه کالا میخوایم انتخاب بکنیم، تو این یه کالایی که انتخاب میکنیم اینقدر باز نشونگیریمون دقیق باشه که این $10,000 ما ماه دیگه یا دو ماه دیگه برگشت که میشه هیچ، $5,000 هم برای ما سود روش داشته باشه که بشه $15,000 که $5,000 رو برداریم برای خودمون، دوباره $10,000 رو بریم همون کالا یا کالای دیگه یا خریداری بکنیم. بنابراین همه اینا ابزار نیاز داره، اینا الکی نیست، تمام اینها یه سری ابزاری داره که حالا ما خدمتتون دونه دونه این ابزارها رو خواهیم گفت و این ابزارها شما باید پول بدید. یعنی سایت‌های تحلیلگر و ابزارهای تحلیلی متعدد و متفاوتی وجود داره با قیمت‌های مختلف، یکی دوتا هم نیستن، تعدادشون بسیار زیاده که حالا مثلا ما سعی می‌کنیم چند تا از بهترین‌هاشو اینجا به شما نشون بدیم، باهاش کار بکنیم که ببینید مثلا الان بخواید برید جنس بگیرید بیارید، این جنس رو بگیرید یا این کالا رو بگیرید. حالا مثلا روی این کالا رفتید، شما تو می‌زنید ساعت مدل‌های مختلف، صدها مدل ساعت برای شما میاد، حالا کدومشو بری بگیری؟ این یه مورد دیگه هستش که خیلی مهمه و بعدا رقابت هم توی این کار بسیار سخته. من نمیگم رقابت آسونه، ولی اگر مداومت و خلاقیت روی کارتون داشته باشید میتوانید به نتایج خیلی خوبی برسید. چرا اینا دارم خدمتتون عرض میکنم؟ ببینید باز آمار داریم،
ببینید 85% خریدها در هر کالایی که جستجو میشه در آمازون از صفحه اول اتفاق میفته. یعنی فرض کنید یه نفری الان میخواد چون میدونم یه کالایی رو اینجا بخره دیگه، مثلا یه دونه من میزنم بک، میخواد یه دونه کیف بخره، معمولا خریدها به این صورت انجام میشه که 85%ش از صفحه اول انجام میگیره. یعنی دیگه طرف خیلی نمیره پایین بره صفحات 2 و 3 و اینا، ببینید الان چند صفحه اینجا 2 و 3 بره جلو، الا ماشاءالله صفحه هست. خب و 65% این خرید بچه ها از فروشندگان برتر این کالا، یعنی از سه فروشنده برتری که حالا کیف دارن بگ دارن توی آمازون اتفاق میافته. خب همه اینا الگوریتم داره، که این که میگم خلاقیت و مداومت به خاطر اینه که شما با خلاقیت و با مداومت میتونید خودتون رو برسونید به صفحه اول و انشاءالله به فروشندگان برتر. ببینید الان این بست سلرش، یعنی بهترین فروشنده است اینجا که خب داره فروش میکنه و خب 65% فروش الان به اینها قطعا میرسه توی این صفحه اول. پس بنابراین این خیلی مهم هستش که شما همه اینا رو در نظر بگیرید. یکی از دلایلی که میگم هر 100 برنامه رو، حالا حداقل 100 تا یه وقت 120 تا، این 100 برنامه ما رو ببینید حتما و بعد بخواید تصمیم بگیرید برای وارد شدن و نحوه وارد شدن، این هستش که نکات مهمیه. یعنی اگه شما این موارد که خدمتتون عرض بکنم رعایت نکنید، قطعا با مشکل مواجه میشید در آمازون. ولی اگر اینها را رعایت بکنید، آنچنان فروشی خواهید داشت که اصلا به قول معروف دیدید میگن طرف تو خوابش هم نمیدید که مثلا یه وقت اینقدر پولدار بشه یا این پول درش بیاد. ما الان دوستان ایرانی داریم، مثلا در همین سالهای اخیر بهترین فروشنده آمازون شده، میلیون دلاری، 20-30 میلیون دلاری درآمد داشته از همین آمازون. ما الان خانوم های خانه‌دار داریم، حالا هم توی ایران هم توی کشورهای مختلف، که الان با مثلا چند ماه کار کردن و البته رعایت همین نکاتی که خدمتون توی این سلسله برنامه خواهم گفت، رسیدن مثلا به درآمدهای حداقل 10,000 دلار سود در ماه. 10,000 دلار سود الان چیز حدود 350 میلیون تومان سود خالص میشه اگه شما داخل ایران باشید و رسیدن به این مبالغ. ببینید چون که ما الگو داریم و دوستان یک بحثی توی روانشناسی هست به نام بحث NLP، یعنی یک علم، این یک علم عصبی کلامی هم بهش میگن وجود داره. و خب حالا من یکی از موارد NLP این هست که میگه اگه شما یک شخصی رو پیدا بکنی، حالا به عنوان به قول معروف الگو، یعنی هدفت این باشه که به اون شخص برسی، به جایگاه اون شخص برسی و الگوت اون شخص باشه و بعدن هر کاری اون شخص انجام داده، دقیقا هر کاری اون انجام داده را هر روز انجام بدی، بعد از یه مدتی مثلا بعد از 6 ماه، 1 سال، 2 سال شما میشی یکی مثل اون شخص. و این از نظر علمی دوستان اثبات شده هستش، این دقیقا امکان پذیره و میتونید به این موارد برسید. ولی مهم اینه که شما دقیقا همون کار رو انجام بدید. یعنی اگر که مثلا شما بخوای تفاوت ایجاد بکنی، شاید بهتر شاید هم بدتر بشی، شاید هم مثل اون شخص نشی. بنابراین این موارد که من خدمت دارم میگم، خیلی هاش از این NLP در میاد که شما باید مو به مو اجرا کنی، خیلی هاش از اون بحث خلاقیت در میاد که خب حالا این خلاقیت، من چندین کتاب راجع خلاقیت نوشتم قبلا و حالا انواع مختلف خلاقیت وجود داره که تو تمام این کلیپ ها میخوایم بگیم که آقا مثلا از مدل خلاقیت این مدلی استفاده کردی، یا اینکه مثلا چه ترفندهایی رو به کار ببرید تا بتونید خلاقیت جدیدی رو خلق کنید. اینکه الان مثلا طرف میاد کیف رو اینجا خریداری بکنه، شما چه مدل کیفی میتونی تهیه بکنی که بیاد صدر همه این کیف ها قرار بگیره، یعنی بیاد بالاتر از صفحه اولیا قرار بگیره. حالا با خلاقیت، این خلاقیت میتونه در طراحی، در رنگ،
در مورد استفاده و موارد دیگه‌ای باشه دیگه. تمام اینها رو ما خواهیم گفت و دونه دونه من براتون مثال‌های مصداقی میارم. برگردید به همون کلیپ که اولی کار براتون پخش کردم، دیدید خب مثلا یه طرح خلاقانه ای بود. حالا شاید مثلا از نظر تولیدی یا متریالی که به کار رفته بود خیلی فرق نمی کرد با یه دونه پارچ و لیوان، یه دونه لیوان و پارچ، خیلی متریالش فرق نمی کرد دیگه. ولی مثلا شما بری همون پارچ رو ببینی تو هم آمازون هم شاید $5 بیشتر نتونن بفروشن، فرضاً یه چیزی که از همون مواد استفاده شده باشه. ولی اومده بود یه کم تفاوت ایجاد کرده بود در نحوه کار، مثلا اون پخش اون مایعی که مثلا توی استکان ها قرار می گرفت به صورت همزمان، خلاقیتی بود دیگه و باعث شده بود که با این خلاقیت اینو برسونه مثلا به $22، یه چیزی 10 برابر قیمت تولیدی که مثلا در چین بود. تازه حالا مثلا اون شخص خلاقیت خودش هم نبود، ولی اینو میخوام خدمتتون بگم، شما وقتی که پیش میرید توی این کار، چون خلاقیت پیشرونده است، اینم داشته باشید، خلاقیت پیشرونده است و بعداً خودتون میتونید ایده بدید، طرح بدید به تولید کننده ها کشورهای مختلفی که حالا متاسفانه تو ایران نمیشه. حالا اینو خدمتتون بگم، ما تو ایران میدین ایران نمیتونیم تو آمازون بفروشیم به خاطر تحریم ها. و خب اگه مثلا ما میدین ایران رو میتونستیم بفروشیم، خب شاید خیلی از موارد ما حل بود، به خاطر اینکه میتونستیم در ایران بیایم کالای تولید بکنیم و با خلاقیت خودمون نظارت بکنیم. چون من قبلا مثلا برای بچه‌ها یه کالای تولید می‌کردم تحت عنوان مثلا بحث شبکه کودکان کارآفرین بود، پک‌های خودم تولید می‌کردم براشون، کار خلاقیتی زیاد می‌کردم، این ور اونور می‌رفتم مثلا کالایا می‌دیدم درست می‌کردم و همه کارش هم یاد گرفتم کجا برم کار انجام بدم توی ایران. ولی خب متاسفانه مید ایران نمیشه، مگر اینکه مثلا شما تو ایران تولید کنی بفروشی یه کشور دیگه، لیبلش عوض شه، حالا دور داستان داره که اصلا اونو من توصیه نمی‌کنه. یا اینکه خودت با پاشی بیا بری با من تولید کننده توی کشور دیگه ای از بی بسم الله تولید رو شروع کنی، که اونم من خیلی توصیه نمی کنم، مگر اینکه کارت کار خاصی باشه، مثلا خیلی مهارت داری در تولید یه چیزی. یکی از مثلا مشترکین همین کانال یا اینستاگرام نمیدونم کدومشون بود، چند پیش با من تماس گرفتن و خب ایشون کارش تولید عسل بود در منطقه آذربایجان خودمون، از آذربایجان شرقی غربی بخشید، ایشون عسل تولید میکرد و خب ایشون صحبت میکرد در ارتباط با خرید زمین و ملک و اینجور چیزا که به ترکیه همین کار انجام بده، یعنی در ترکیه عسل تولید بکنه و از همونجا بسته بندی کنه برای آمازون. خب ایشون تخصصش در این کار بود، چون سالها روی این قضیه کار کرده بود و میگفتش خب مثلا من میتونم یه مدل عسلی درست بکنم که این عسل مثلا مطمئنم کاربرد خیلی خوبی داره. حالا رفته بود تحقیقاتش رو انجام داده بود تو آمازون دیگه، که مثلا اگر این عسل رو بیا در ترکیه درست بکنه با این کیفیت و حالا مثلا این خاصیت دارویی به این صورت، این رو میتونه به راحتی بفروشه. خب قطعا ایشون اومده بود اینجا مقایسه کرده بود نرخ عسل‌های مختلفی که تو آمازون هستش، خاصیت‌هاشون، مدل بسته‌بندی‌هاشون، قیمت‌هاشون و خب تمام اینها رو دیگه شما می‌بینید دیگه. مثلا این داره الان تقریبا چیزی حدود $10 یه شیشه اینقدری عسل رو حالا با خواصی که توش نوشته عسل طبیعی رو می‌فروشه، که خب $10 الان چیزی حدود 350,000 تومان میشه این شیشه عسل، در حالی که خب شاید تو ایران به یه سوم یه چهارم این قیمت مجبور باشه این عسل رو بیاد بفروشه، تازه نمیدونم شاید هم کمتر. ولی خب این قضیه مستلزم این هستش که شما این تحقیقات رو قبلا داشته باشی، این تجربه رو قبلا داشته باشی در تولید مثلا عسل. این که من به شما میگم پاشو برو توی کشور تولید کننده بشو و بعداً تولید کن در آزاد بشو، خب ریسکش بالاست. شما همین کارو میتونی مثلا در مورد عسل به نوع دیگه انجام بدی، یعنی مثلا با تولید کننده های مختلفی که وجود دارن بیای و برند خودت رو بسازی، این کار رو میتونی بکنی. فقط بس اینو مورد توجه قرار بدی که اون برند شما بعدا باید بیاد با اینها رقابت کنه. حالا دیگه بخواد با اینها رقابت کنه یا باید قیمتش یا طرحش یا کیفیتش همه اینا متفاوت باشه دیگه، که بتونه بیاد اینجا با این رقبای قدری که تو این صفحه اول هستن به نوعی رقابتش رو داشته باشه. حالا مثلا من در تو عسل گفتم، یکی از مواردی که حتی تو خود ایران هم انجام میگرفت و خب بخیر اون زمانه که ما بحث کارفینی انجام میدادیم این رو هم من روش تحقیق زیاد کرده بودم، الان بسیاری از عسل هایی که تو خود ایران هم داره توزیع میشه همین گونه است. مثلا یه کارخونه بود، من یادم یه زمانی در ایران
که اینها فکر کنم طرف های گلپایگان اونورا هم بودن، یه بار تو نمایشگاه من اینا دیدم، عمده فروش عسل بودن. بعدا میگفته شما هر شیشه‌ای که داری بیار ما برات پر میکنیم، تو برو به اسم خودت تو بازار بفروش. و بعدا نمونه های مختلف که اونجا دیدیم، او چقدر از این مثلا عسل هایی که تو بازار داری میبینیم توسط همین کارخونه درست میشه. یعنی یه عسل را توی همه اون شیشه ها میکردن و بعدا حالا مثلا شما به نام های مختلف تو مغازه ها میدی و قیمت های مختلف. یعنی مثلا همین الان شاید همین اتفاق داره اینجا هم میفته، ولی خب حالا مثلا ما داریم صفحه اول رو میبینیم، شما الان بری تو صفحه آخر یا بری تو صفحه دهم شاید مثلا یه عسلی پیدا بکنی که الان مثلا قیمتش از اون عسل اولیه ارزون تر باشه، که مثلا دیدیم 10 دلار فرضاً مثلا با همون شکل شمایل اینا اینجا باشه اون یکی باشه 5 دلار یا مثلا باشه 6 دلار اینا مثلا، ولی خب دوتاشون توی یه کارخونه تولید شده باشن. حالا دیگه اون برند اون معروف شده یا اینکه بالاخره تونسته عسلش رو جا بندازه، یعنی احتمالات هم وجود داره. پس اینم یه ترفنده. ولی خب در یه چیزایی که مثلا اینجوری جنرال هستن و خلاقیت شما کم میشه، یعنی مثلا خلاقیت شما توی مثلا عسل یا واسه که تولید کننده باشی که بتونیم مثلا خواص کیفی عسل رو تغییر بدی و مدعی بکنی توی این کار، یا اینکه بیای قیافه و شکل و اینا رو تغییرات روش ایجاد بکنی. ولی خب مثلا توی یک چیزای دیگه شاید شما راحت تر و بهتر بتونی کار کنی. مثلا چی؟ مثلا شما توی اسباب بازی، توی اسباب بازی شاید مثلا برای بچه های 3 ساله بتونی یه اسباب بازی پیدا کنی که کیفیت بهتر یا مثلا خلاقیت بیشتری داشته باشه یا قیمت بهتری داشته باشه و سود بیشتری هم از اون قضیه ببینی. پس تمام اینا خیلی مهمه که شما چه کالایی را بخوای انتخاب بکنی برای فروش، که بخوای خودت بیاری تو آمازون بفروشی، یعنی اون حالتیه که خود شما بیاری در آمازون بفروشی. گفتیم حالا یه حالتی هم وجود داره که نه، شما بیای مثلا بیای از این اسبازی که اینجا هست انتخاب کنی و بفروشی، 10% پورسانت بگیری، که اونم ترفند داره. همه اینا رو خدمتتون خواهم گفت توی این برنامه ها. ترفنداش یه ذره متفاوت، یعنی حالا کسی که بخواد کالای خودش رو بفروشه، خب بحث انتخاب کالا خیلی مهم هستش، بحث معرفی کالا خیلی مهم هستش و رقابت خیلی مهمه و همه اینا که خواهم گفت. اما اون کسی که میخواد مثلا میخواد بیاد روی کالاهای دیگران کار بکنه و خودش کالای بر فروش نداره، اینه که بالاخره چجوری بتونه مشتری جذب بکنه، به نوعی بلاگری بکنه. اینجا شما باید یه بلاگر خوب بشی، نیازی هم نیست حتی چهره تم دیده بشه، شما بلاگری خوب میتونی انجام بدی. در مثلا بلاگری توصیه هایی که داری انجام میدی توی سایت یا وبلاگ که داری یا انجایی که هستش، بعدا میای چیکار میکنی؟ اون لینک ها رو وسط یه جورایی میگنجونی از راه تبلیغات که ازت بخرن. خب سیستم کارشون با هم فرق میکنه، یعنی روش کارتون از اول متفاوته، که خب من هر دو رو خدمت شما خواهم گفت و هر دو رو ان شاء الله با هم دیگه جلو میریم. در حال من فکر میکنم که اگر کسانی علاقمند به این قضیه هستند و برنامه های ما را دنبال بکنن هر روز، هم مطلب زیاد دارم براتون میذارم هر روز و همین که بعد از 3-4 ماه که شما این برنامه ها را هر روز دیدید دست به کار بشید، خیلی خیلی انشالله تو این قضیه موفق خواهید بود. البته خب شما باید یه مقداری کامپیوتر بلد باشید، کار با اینترنت بلد باشید، درها اینا مقدمات کار دیگه، یه مقدار اکسل باید بلد باشید، زبانتون باید در حد قابل قبولی باشه. حالا خب یه بخشی از کارا شاید گوگل ترنسلیت برای ما حل بکنه، به این صورت ببینید الان تو سایت آمازون یه بخشی کار الان گوگل ترنسلیت برای ما حل کرد، حداقل میتونید دار ببینید که بخونید جستجو کنید، اینها خیلی مهمه. ولی این که میگم انگلیسیتون باید تا در حد قابل قبول خوب باشه، به خاطر اینکه شما یه نیازه که برای خرید قرارداد ببندید با یه کارخونه، که مثلا میخواین الان 5000 دلار 10000 دلار پول بدید خرید کنید، چه چیزهایی واسه تو قراردادتون بیاد، این مداومت قرارداد چه جوری باشه که بعداً با مشکل مواجه نشید. البته خب هستن در فارسی زبانان کسانی که انگلیسیشون خیلی خوبه و بعداً شما میتونید اینا رو استخدامشون بکنید، بالاخره ماهیانه مبلغ بهشون میدی، برای اون مسائل در کنار شما هستن، مثلا روزی یک ساعت برای شما وقت میذاره و این کار رو انجام میده. یعنی باید این کارو داشته باشی. شما میتونی مثلا
برای مثلا یه بخش تهیه عکس و گرافیک و اینجور چیزا از گرافیک کارهایی استفاده بکنی که الان تو ایران هستن، با یه هزینه کم میتونی کار انجام بدی و باید این کارو بکنی. ببینید این قسمت های ریزکاری که دارم تو این کار بهتون میگم، یه قسمت هاش این هاست. یعنی همه کار رو شما نمیتونی خودت از 0 تا 100 انجام بدی، شما 0 تا 100 باید همه اینا رو بلد باشی، بهش مشرف باشی، بدونی که الان از کدوم واسه استفاده کنی، ولی باید مدیریتش کنی. مدیریتش میکنی و حالا انشاءالله تو طول برنامه روش های مدیریت اینها رو هم من خدمت شما خواهم گفت. این که میگم یه مقدار اکسل با بلد باشی، بالاخره ببینین اکسل شما میتونید باهاش کارهای حسابداری و حسابرسی انجام بدی، حداقل شما کارهایی که میاری بالاخره داری کار میکنی، مالیاتش بالاخره از این تبلیغاتش از اینا که براش میدی اینا همه کم بشه تا سودت در بیاد، نه یه وقتی کالای قیمت اونجا بزنی که تازه با به صلاح ضرر هم بخوای اونجا بفروشی. بعد موارد دیگه که بایستی بدونی اینه که ببینید بحث کار توی آمازون رو باید قدم به قدم جلو بری. یعنی اصلا یه بحث شوخی برداری نیستش که شما یهو فکر کنی که یه شهر میشه راه 100 ساله رفت بری بشین رو پله 10. کار خوبیه، فقط به همین شرط که شما آروم آروم و قدم قدم همین روشایی که حالا خدمتت خواهم گفت توی این دوره آموزشی رو جلو بری تا انشالله موفق بشی. چون از NLP استفاده میکنی و راهی که بقیه رفتن موفق شدن رو من اینجا خدمتت خواهم گفت و جلوی پاد میگذارم شما هم بری، قطعا موفق خواهی شد با هر سرمایه‌ای که باشی. ممنون که توجه کردید. فکر میکنم که برای روز اول کافی باشه. امروز نیم ساعت شد برنامه‌مون. مجدداً فردا براتون برنامه خواهم داشت و یه سری نکات دیگه را هم اونجا خواهم گفت تا انشالله به نتایج بهتری برسیم. منتظر نظرت هستم، خیلی برای من مهمه، نظراتتون رو حتما برای من توی ویدیو بگذارید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.